به نام خدا شاگردای عزیز و گرامی سلام علیکم خوب هستین بخیر هستین جور و سختمن جور باشین شاگردای عزیز کارخانگی جلسه قبل به ما روان کردین یا نه فکرتان شد براتون گفته بودم دیگه نه روان کو گفتیم از طریق نمبر 20964 780 255 40 13 با ما روان کنید درست است اگر کدام گپی هم دارید عرفی دارید انتقادی دارید سخنی دارید میتونید با این نمبر با ما چی شوید در ارتباط شوید و نظر خود با ما برسانید درست است فصل اول دایره جلسه چندم جلسه سوم هستیم درست است و عنوان هایی که ما و شما قرار است ده امروز ما و شما با هم دیگه میخونیم اهداف جلسه سوم دو تا عنوان میخونیم یک خصوصیات شای دایره و دو زاویه محاطی یا محیطی فرق نمی کنه بعضی از کتاب ها محیطی گفته و بعضی از کتاب ها محاطی گفته در دایره فی ما و شما زاویه مرکزی رو خوانده بودیم یاد دست دیگه نه زاویه مرکزی چی است حال یک تا زاویه دیگه در دا دایره داریم زاویه محاطی یا زاویه محیطی خب خصوصیات شای دایره ما در یک تا نکته بسیار مهم داریم و او چی هست دا دایره ما یک تا دایره بکشم این دایره ما این یک تا دا دایره باشد سیف دایره گفتم با چه نشان میتیم با سینه مرکزش با چه نشان میتیم با او شاهش هم با آر نشان میدیم میفهمیم دیگه نه یک دایره چند تا دا شاه دارد لا یتناهی آفرین به نهایت شاه دارد چون میتونید از مرکز به خود دایره رسم کنید هر پاره خطی که مرکز به خود دایره رسم کنه چی می چی چی شاهای دایره چند تا شا دا شاه دایره ما لایت تناهی شاه دارد آفرین خب شاگرده عزیز دقت کنید مماس چی است خط مماس خواندیم دیگه نه جلسه قبل خط مماس چی است میگیم خطی که دایره را در یک نقطه قطع کند او به اون میگیم خط مماس درست است به عنوان مثال من این خط میگم با دیگر رنگ بکشم اینی خط خط نامشه با خط دی خط دی بر دایره چی است مماس است یعنی چی در این در یک نقطه قطع کرده است اگر یک خط یک دایره را در دو نقطه قطع کند به او چی میگیم خط قاطع بهش میگیم نه خط قاطع به عنوان مثال این دایره ما باشد این خط به در چند نقطه قطع کرده در دو نقطه قطع کرده پس این خط میشه قاطع اما این خط در چند نقطه قطع کرده در یک نقطه یعنی نقطه چی است نقطه تماس برش میگیم نه تماس پیدا کرده پس این خط خط دی بر دایره سی چی است مماس است فهمی چی هست دیگه نه عالی دقت کن یک تا قضیه بسیار مهم داریم ما و شما و او چی است که میگیم اگر ما یک تا دایره داشته باشیم دایره سی و خط مماس دی در این مماس باشه در نقطه مشترک باشد اگر ما بیایم اما شاهی که در این نقطه وصل میشه رو بکشم صد فیصد دقت کن اینمی شاه از او به این نقطه تماس بکشم به چی میگیم شاه 100 فیصد اینمی شا و اینی خط زاوی بین چند درجه میشه نوت درجه میشه صحیح؟ پس چی میگیم میگیم که شعاع دایره در نقطه تماس بالای خط مماس چی است عمود است یعنی زاوی بین چند درجه است نوت درجه پس اینو نشون میکنه نقطه بسیار مهم پس نقطه کیا قضیه بگیم فرق نمیکنه ما به عنوان نقطه میگیم که شعاع دایره در نقطه تماس بالای خط مماس چی است؟ عمود است عمود است یعنی چی؟ یعنی زاویه بین چند درجه است؟ 90 درجه پس این نقطه بسیار مهم است شای دایره در نقطه تماس بالای خط مماس عمود است یعنی زاویه چند درجه 90 درجه فهمیدی خب از این نکته ما یک سوال کار میکنم تا بفهمی چی هست. به عنوان مثال نگاه کن شاگرد عزیز یک تا مثال کار میکنم مثال به مثال ما شما یک تا دایره داریم به یک تا خط مماسم در دا اینجا داریم صحیح اینی هم چه باشد نقطه مثلا چه باشد ا این مرکز ما هم خوب باشد او صحیح این نقطه هم باشد نقطه B ما از او به B و از او به A وصل میکنیم صحیح یک تا مثلث او ای بی تشکیل میشه صحیح خب حالا با ما به گفته نگاه کنید چقدر عزیز گفته که شاید دایره که او ای ما چند است او ای کم شای ما است گفته که باشد 4 او بی زل او بی صحیح او بی هم باشد 5 حالا با ما گفته که ای بی چند است زل ا چند سانتی متر است سانتی متر باشه دیگه نه 4 سانتی متر این باشه 5 سانتی متر گفته ای بی چند سانتی متر میشه سوال به این شکل است به ما ایراد داده این شکل یعنی اطلاعات به ما و شما داده گفته که او ای میشه 4 سانتی متر و او چند 5 سانتی متر حالا گفته ای رو پیدا کو ای بی چند است ای بی صحیح خب ما و شما چه رقم حل میکنیم دقت کن میبینیم که این خط مماس است سیف این خطی که ای بی روی از است این خط مماس بر دایره است و دقیقا او هم چی است دایره است درست است طب قضی نکته شعاع دایره در نقطه تماس بالای خط مماس چی است عمود است یعنی چی یعنی این زاویه چند درجه است 90 درجه است زاویه قائم است آلی در یک مثلث که زاویه 90 درجه داشته باشیم کدام رابطه کدام قضیه برقرار بود قضیه فیسا قرص آفرین یا تو هست دیگه نه قضیه فیسا قرص غزه فیسا قرص انجام میتونی برش کار نداره اینی زل داریم او ایر داریم او بیر داریم ای بیر میتونیم دریافت کنیم سیست ما از این نکته استفاده کرده ما چون زاویه 90 درجه است پس قضیه فیثاغورس برقرار است درست است خب پس قضیه فیثاغورس نوشته کو پس میشه وتر مربع ا او ای وتر ماست دیگه نه؟ پس او ا مربع او بی با او بی دیگه نه او بی وترماست ماست او غلط است او بی صحیح او بی مربع وترماست ماست صحیح است است با او ای مربع جمع ای بی مربع پس میشه او ای مربع جمع ای بی مربع خب یک چی میشه عدداش میمانم دیگه او بی چند گفته خود سوال گفته او بی پنج سنتی میزه است بجاش پنج میمونم پس میشه پنج مربع مساوی است او ای چند است او ای رم گفته با ما چار سایست. پس میشه چهار مربع منفی جمع سیست منفی جمع چم که خود ای نداریم نداره خود ای بی نویشتر میکنیم پس ایبی مربع خب پنج مربع چند میشه؟ بیست و پنج چار مربع شانزه جمع ایبی مربع سیست یک معادل هست که شانزه در انتقال بده چی میشه؟ پس میشه بیست و پنج منفی شانزده 25 منفی 16 مساوی است با AB مربع سیست؟ یه مربع است خب من ادامه شده کجا نوشتم در ده اینجا دهی ای بر نوشتم کنم برای چون جایی نیست دهی بر نوشتم کنم 25 منفی 16 چند میشه؟ 25 16 تا کم کن میشه 9 آفرین پس AB مربع مساوی است با 9 خب چه عدد مربعش 9 میشه؟ هم 3 هم منفی 3 است. ولی چون اینجا چی است؟ زل هست در میبینیم دیگه زول ای بی است پس فقط مثبت قبول میکنیم منفیش قبول نمیکنیم پس ای بی ما چند شد ای بی ما میشه سه چون سه مربع چند میشه نو میشه پس ای بی چند دریافت شد سه پس یک تو سوال بسیار آسان حل کردیم فقط نکته چی بود شاگرده عزیز نکته شی است که شعاع دایره در نقطه تماس بالای خط مماس چی است عمود است فرمول چی شد دیگه نه چی رقم استفاده کردیم گفته او چند است 5 است او ای است و گفته ای بی دریافت کو و همون تو که ما شما میبینیم در شکل خط ای بی ما همین خط ما چی است بالای دایره مماس است خب این هم او هم دقیقا همون شو است طبق از این نکته یعنی زاویه چند درجه میشه 90 درجه میشه چون زاویه 90 درجه است پس قضیه فیثاغورس برقرار است ما از قضیه فیثاغورس استفاده کردیم ای بی دریافت کردیم چند سه فهمیدید چی رقم شد پس شاگردای عزیز این نکته بسیار مهم است شاع دایره در نقطه تماس بالای خط مماس چی است عمود است خصوصیات شاع دایره چی تیک مارک میکنیم یعنی ما و شما کار کردیم حالا چی میمانه زاویه محاطی در دایره که زاویه محاطی در دایره رو تعریف کنیم چی است و یک تا قضیه بسیار مهم داریم و او را ما برای سرتخته تشریح میکنم درست است پس مریم سر تخته که مال زای محیطی دایره رو تعریف کنم برید یا محیطی صحیح در کتاب ما شما چی نوشته محیطی نوشته کرده ولی در اکثر کتاب ها نوشته فرق نمیکنه. هر دوش بگیم صحیح خب شاگردان عزیز زاویه محاطی را ما تعریف کنیم قبل از اون یک سوال ازت میکنم زاویه مرکزی رو یاد دست چی است زاویه مرکزی بله زاویه مرکز جلسات قبل خواندیم دیگه نه زاویه ای که گفتیم رأس آن روی مرکز دایره باشد و از لای آن چه باشد دو شعای دایره باشد درست است میشه زاویه مرکزی حالا چی داریم زاویه محاتی یا گفتیم محیطی هم برش میگن سیست فرق نمیکنه محاتی یا محیطی هر دوش اما زاویه محاتی زاویه معادی میگیم زاویه ای که بعد معول زاویه مرکزی رو بکشم که یادت بیایه. اینی دایره ما بود دایره سی اینی مرکز دایره او و اینی زاویه صحیح ای, ای باشد ای بی باشد خب زاویه بچه ها زاویه شاگردای عزیز ا او بی این زاویه رو گفتیم چی است زاویه مرکزی است دیگه نه اینا همش از زاویه مرکزی زاویه مرکزی چرا چون تعریف کردیم زاویه مرکزی زاویه است که رأس آن رأس زاویه روی مرکز دایره باشد و از لای زاویه چی باشد دو شای دایره باشد می گفتیم زاویه مرکزی یک نقطه در مورد زاویه مرکزی داشتیم او چی بود؟ او این بود که زاویه مرکزی با قوس مقابل آن بر حسب درجه برابر است یاد تا نست نگه نه؟ یعنی به عنوان مثال اینه اگر چل درجه باشد این قوس ای بی چی میشه؟ چل درجه میشه پس با قوس ای بی است. پس اگر این باشد چل درجه این قوسم صد فیصد چند است چهل درجه سعیش این رو میفهمین دیگه نه؟ این رو ما و شما خوانده بودیم اما زاویه محاطی چی است؟ زاویه محاطی میگیم زاویه ای که رأس آن روی خود دایره باشد و از لایش وترهای دایره باشد است. پس ما این پاک میکنم که زاویه محاطی رو برات بکشم زاویه محاطی. زاویه ای که این مرکز دایره ما شماست او این باشد سیست یک تا رأس و زاویه روی خود دایره باشد سیست و ازلا اشته باشد و دایره باشد این باشه مثلا نامش باشد دی ای باشه ا ای باشه بی و زاویه ا دی بی ای علامه زاویه رو بالش میمانیم سیست ای زاویه چی هست؟ زاویه محاطی پس زاویه محاطی ترش به شکل شد زاویه ای که رأس آن روی خود دایره یا روی محیط دایره فرق نمیکنه اینه میره خود دایره بگیم یا این نقاط چه میگیم محیط دایره میگیم دیگه نه زاویه ای که رأس آن روی محیط دایره باشد و از لای آن ما چه باشد وتر های دایره یعنی وتر است دیگه ادی وتر ما میشه وتر چی بود پاره خطی که دایره در دو نقطه قطع کنه صحیح بی دی هم چی وتر ماست پس چی میشه نوشتن میکنیم زاویه محاطی زاویه ای که زاویه که چی؟ رأس آن روی محیط دایره و از لای آن چی باشد؟ وترهای دایره باشد پس چی شد؟ شکرده عزیز؟ زاویه کراس آن روی محیط دایره و از لای آن وترهای دایره باشد باید میگیم زاویه محاطی فهمیدید این مثالش نه زاویه محاطی خب سوال شاگرد عزیز زاویه مرکزی با زل مقابل با قوس مقابل چی بود گفتیم مساوی است با قوس مقابل خودش که بر حسب درجه نه اما زاویه محاطی با قوس مقابل چی میشه مشک بر بکشم به عنوان مثال شاگرد عزیز دقت کن این دایره ما و شما باشد یعنی زاویه مرکزی ما و شما باشد حال یک زاوی محاطی به عنوان مثلا دقیقا در باشد؟ در قوس وصل شده باشد قوس A B سیست او است یا هم سی باشد زاوی مرکزی او یعنی زاویه او ما زاوی او چی است؟ یک زاویه چی است شکرده عزیز؟ مرکزی است دیگه نه؟ گفتم که زاوی مرکزی با قوس مقابل مساوی است یعنی اگه سی درجه باشد قوس مقابلش هم سی درجه است اما زاویه محاطی دقیقا در این قوس مقابل وفت شده اینی چی میشه؟ ای اگر سی درجه این قوس اگر سی درجه باشد این زاویه گفتیم سی درجه میشه خیست اما زاویه ماهاتی چند درجه میشه؟ به نظرتون زاویه ماهاتی کلانتر است یا خورتر است؟ آفرین زاویه ماهاتی خورتر دقت کنید چقدر عزیز زاویه ماهاتی زاویه ما از زل را کار دادم چقدر کلان است باید بگیم که بین دو زل چقدر هم فاصله دارد فکرت باشه شاگردای عزیز ای کلانتر کلان است یا ای زاویه کلان طرف دقت کن ای سمت راست کلان طرف چون فاصله بین دو تا زل از هم بیشتر است بیشتر باز شده است از هم ای تقریبا 90 درجه است ای تقریبا 30 درجه است درست زلای از این کلان طرف ولی ما کلانتر بودن زاویه رو به چی میگیریم؟ به فاصله دو تا زل از هم سعید فهمیدید دیگه نه؟ پس این زاویه از ای زاویه کلانتر است اگر در اینجا دقت کنیم زاویه مرکزی فاصله از زل بیشتر از زاویه محاتی است پس زاویه ماتی باید کوچکتر باشد از زاویه مرکزی خب ما یک می نکته میگیم شاگردای عزیز زاویه ماتی با کمان مقابلش چه رابطه ای دارد؟ کمان یا قوس گفتم دیگه نه زاوی مرکزی رو میفهمیم با قوس مقابل چی است مساوی است بر حسب درجه اما زاوی محاطی دقیقا نیم قوس مقابل خودش میشه یعنی اگر قوس ما سی درجه باشد، این زاویه چند درجه میشه 15 درجه شفت نگه نا زاویه نیم افتا زاویه کوچکتر از فکرت باشه بعضی شاگردا شاگرده گفت شست درجه غلط افتا یعنی چی او اگر اگر زاویه سی درجه باشد قوس ما 60 درجه سا. اما وقتی قوس سی درجه است زاویه چند میشه؟ نیمش نیم سی چند میشه؟ 15 درجه صحیح به فکرت باشه زاویه مهاتی نیم قوس مقابل است درست است بس من نوشته میکنم به عنوان یک تا نکته خب پس نکته بسیار مهم نکته بگیم که زاویه محاطی بر حسب درجه بر حسب درجه نیمه قوس مقابل یا نصف نصف قوس مقابلش است پس این نکته بسیار نکته مهم است نکته زاویه محاطی بر حسب درجه نصف قوس مقابلش است سیست؟ یعنی اگر قوس ما 50 درجه باشد زاویه چند درجه میشه؟ آفرین 25 درجه اگر زاویه محاطی 40 درجه باشد قوس مقابلش چند درجه میشه؟ 20 نگه نا زاویه 40 است قوس چی میشه؟ دو چند چند میشه؟ 80 چون 80 باشه که نمیشه و 40 دیگه فهمیدی؟ پس این نکته بسیار نکته مهمی است به عنوان مثال نگاه کن بکتا دا دا دایره باز اینجا برد بکشم یعنی زاویه چی باشه؟ زاویه محاطی باشد. سیست زاویه A B مثلا C سی باشد سیست این قوس ما چی باشد؟ اگر قوس ما باشد قوس B C یعنی علامه علامه چی هست؟ قوس باشد باشد به عنوان مثال 80 درجه سیست به عنوان مثال چی باشه؟ 80 درجه خب شاگرده عزیز زاویه ای اینم زاویه محاطی دیگه نه اینم زاویه اینم زاویه محاطی است چند میشه قوس مقابل 80 درجه است زاویه چند است زاویه نیم قوس است چند میشه آفرین پس زاویه ای ما چند شد 40 درجه صحیح پس فهمید چی شد دیگه نه خب شاگرد عزیز گرامی پس چی شد زاویه محاطی و ارتباط زاویه و قوس مقابل آن درست است خب فقط شاگرد عزیز یک تا نقطه میمانه و او چی ثبوت ازی که چرا که زاویه مقابل ما اگر باشد زاویه باشد چل درجه قوس مقابلش هشتاد میشه یا برعکس اگر قوس باشد هشتاد درجه چرا زاویه میشه چل درجه ثبوتش ما و شما در جلسه بعد میخوانیم سیست پس ثبوت زاویه محاطره در جلسه بعد ما و شما قرار است که بخوانیم درست است پس فعلا این نکتر خود خب ما و شما میفهمیم زاویه و قوس رابطه شد ارتباطی شد قوس هرچی باشد نیم از چی میشه زاویه میشه درست است زاوی مواتی یا محیطی را گفتیم که چی است تیک کنیم پس ای هم چی است خلاص شد درست است خب شاگردای عزیز و گرامی بخش مهم کارخانگی کارخانگی چی است تمرین های صفحات 16 و 18 کتاب باید حل کنید درست است و به ما روان کنید خب چرا رقم روان میکنید اما که در اول جلسه گفتم باید با نمبر 20964 780 255 413. در واتساپ میتونید با ما در ارتباط شدید و کارخانگی با ما روان کنید اگر کدام گپی سخنی هم دارید انتقادی دارید پیشنهادی دارید با ما در ارتباط شدید با همین نمبر که زیر نویسم براتون میشه درست است خب شاگردان عزیز و گرامی پایان جلسه سوم بخیر باشین جور باشین موفق باشین خدا نگهدار شما